چون معلوم نیست چقدر زنده ایم و هر لحظه ممکنه تو این دنیای لعنتی اتفاقات غیر قابل پیشبینی رخ بده، تو این ویدیو میخوام به اسپویلی ترین شکل ممکن سرگذشت چند تا از مهمترین شخصیت های داستان سریال خاندان اژدها که پیشتر آمدی از سریال معروف بازی تاج و تخت هستش رو بهتون بگم. این سریال بر اساس کتاب آتش و خون نوشته جورج آر آر مارتین ساخته شده. این سریال تمرکز داره بر تاریخچه خاندان تاریریان ها و وقایع منتهی به جنگ داخلی معروف به رقص اژدهایان. قبل از شروع، اگه اولین باره که چنل من به چشمتون میخوره، حتما منو ساب کنید و این ویدیو رو لایک و نظراتتون رو راجع بهش کامنت کنید. در نهایت با من همراه باشید تا سرگذشت شخصیت‌های مهم این سریال رو کامل بهتون بگم. خاندان اژدها توسط شبکه HBO تولید شده و در سال 2022 به نمایش در اومد. این سریال به عمق بیشتری در تاریخ وستروس میپردازه و داستانهایی از چند قرن قبل از وقایع بازی تاج و تخت رو به تصویر میکشه. خاندان اژدها داستان خاندان تارگریان رو به تصویر میکشه که از ولریا، یک امپراتوری باستانی، به وستروس مهاجرت کردند و اونجا رو به تسخیر خودشون در آوردن. داستان این خاندان بسیار گسترده هستش، اما به طور خلاصه میشه گفت که خاندان تارگریان ها از آخرین خانواده های ولریایی بودند که از نابودی ولریا گریختند و در جزیره دراگونستون مستقر شدند. سپس با کنترل و داشتن اژدهایان قدرت زیادی رو به دست آوردند. اگان تارگریان، معروف به اگان فاتح، به همراه خواهرانش ویسنیا و رنیرا با اژدهایان خود وستروس رو فتح کردند و خاندانهای بزرگ رو تسلیم خودشون. او اولین پادشاه وستروس شد و سلسله تارگریان ها رو تأسیس کرد. پس از ایگان، نسل‌های متعددی از پادشاهان تارگریان بر وستروس حکومت کردند. برخی از این پادشاهان عادل و خردمند بودند، در حالی که برخی دیگر ظالم و دیوانه شدند. یکی از مهمترین و تراژیک‌ترین دوره‌های تاریخ تارگریان‌ها، جنگ داخلی معروف به رقص اژدهایان هستش که این سریال هم روی همین قضیه تمرکز داشت. این جنگ بین رینیرا تارگریان و برادر ناتنیش اگان دوم بر سر تاج و تخت رخ داد و به نابودی و مرگ بسیاری از اژدهایان و افراد خاندان منجر شد. پس از رقص اژدهایان، قدرت و تعداد اژدهایان کاهش یافت و آخرین اژدها در دوران سلطنت اگان سوم مرد. در نهایت سلسله تارگریان ها با شورش رابرت براتیون به پایان رسید. شاه دیوانه آیریس دوم توسط جیم لنستر کشته شد و پسرش ریگار تارگریان در جنگ ترایدنت به دست رابرت کشته شد. دنریس و ویسریس، آخرین بازماندگان تارگریان، به شرق تبعید شدند که سالها بعد دنریس تارگریان با اژدهایانی که در اختیار داشت تصمیم گرفت تا به وستروس برگردد و تاج و تخت را پس بگیرد که ماجراهای او در سریال بازی تاج و تخت به تصویر کشیده شد. داستان خاندان تارگریان ها پر از فراز و نشیب، قدرت، جنگ و تراژدی هستش. خاندان اژدها به ویژه بر دورهای اولیه تاریخ این خاندان و جنگهای داخلیشان تمرکز دارد و چگونگی صعود و سقوط آنها را به نمایش می‌گذارد. پادشاه ویسریس اول پس از مرگ پادشاه جیهاریس اول به تخت نشست. او تلاش می‌کرد که آرامش و ثبات را در پادشاهی حفظ کند. ویسریس دارای دو فرزند اصلی بود، رنیرا تارگریان از همسر اولش و ایگان دوم از همسر دومش. همانطور که در طول سریال دیدیم، ویسریس اول رنیرا رو به عنوان وارث خودش انتخاب کرد.
اما این تصمیم مورد پذیرش همه نبود. پس از مرگ ویسریس، ایگان دوم ادعای تاج و تخت کرد و با حمایت برخی از لردها تاج گذاری نمود. همین باعث آغاز جنگ داخلی شد. این جنگ داخلی که به رقص اژدهایان معروف استش، بین حامیان رنیرا یعنی سیاه‌ها و حامیان ایگان دوم یعنی سبزها در گرفت. این جنگ بسیاری از اژدهایان و افراد خاندان تاریریان را به کام مرگ کشاند. در طول جنگ نبردهای مهمی مانند نبرد در هارنهال، نبرد در دریفت مارک و محاصره کینگزلندینگ رخ می‌دهد. این نبردها به تغییرات زیادی در قدرت‌های خاندان تاریریان ها منجر می‌شود. اما سرگذشت رنیرا، او در نهایت توسط حامیان ایگان دوم دستگیر و در کینگزلندینگ اعدام می‌شود. اما حکومت ایگان دوم نیز طولی نپایید و او در نهایت توسط لردهای ناراضی کشته شد. پس از مرگ ایگان دوم، ایگان سوم پسر رنیرا به تخت نشست و به این ترتیب جنگ به پایان رسید. اما خسارات جنگ بسیار عظیم بود و بسیاری از اژدهایان و اعضای خاندان تاریریان ها کشته شدند. با پایان جنگ قدرت اژدهایان کاهش یافت و آخرین اژدهایان در دوره‌های بعدی مردند. این امر به کاهش قدرت خاندان تارگریان انجامید. اما سرنوشت سر کریستین کول، یکی از شخصیت‌های برجسته و فرمانده گارد سلطنتی که در سریال بسیار منفور بود و حتی جدیداً هم توسط بسیاری از بیننده‌ها تهدید به مرگ شده، چه خواهد شد؟ سر کریستین کول در دوران جنگ داخلی معروف به رقص اژدهایان به خدمت آلیسنت هایتاور و پسرش شاه ایگان دوم درآمد. و در طول سریال هم دیدیم که با زبان و پای سومش خدمات ارزنده ای را برای بانو آلیسنت به ارمغان آورد. ایشان در کتاب نقش کلیدی در این جنگ داخلی داشت. سر کریستین کول در نهایت در سال 130 پس از فتح در نبردی به نام بتل آف د هانیواین کشته شد. در این نبرد او توسط نیروهای وفادار به شاهزاده دیمون تارگریان و رنیرا تارگریان به محاصره در آمد و پس از یک مقاومت کوتاه درگذشت. سر کریستین کول تصمیم گرفت که مرگی شرافتمندانه را بپذیرد و به جای تسلیم شدن در میدان نبرد تا آخرین نفس جنگید. این لحظه به عنوان یکی از لحظات حماسی و غم‌انگیز در تاریخ وستروس به یاد مانده که البته فکر نکنم برای بیننده ها غم‌انگیز باشد. اما سرگذشت دیمون تارگریان در جریان جنگ داخلی. دیمون تارگریان برادر کوچکتر پادشاه ویسریس اول تارگریان و همسر دوم رنیرا تارگریان بود. او یک جنگجوی بسیار ماهر و فرمانده بی‌نظیری بود و در بسیاری از نبردها به نفع همسرش رنیرا شرکت کرد. دیمون در بسیاری از نبردهای مهم شرکت کرد و نقش کلیدی در برخی از پیروزی‌ها ایفا نمود. او و رنیرا در ابتدای جنگ موفق به تصرف پادشاهی شدند و رنیرا به عنوان ملکه تاجگذاری کرد. دیمون توانست قلعه هارنهال را تصرف کند که یک پایگاه استراتژیک مهم در جنگ بود. سرنوشت دیمون تارگریان به طور تراژیک در نبرد بزرگ در دراگون پیت رقم خورد. در این نبرد دیمون با ایگان دوم و اژدهای او سانفایر به مقابل پرداخت. در مبارزه این که به شدت خونین و مرگبار بود، هر دو سقوط کرد. دیمون در این نبرد کشته شده و بدنش به داخل دریا سقوط می کند و هرگز پیدا نمی شود. و در نهایت سرگذشت آلیسنت هایتاور و پدرش. آلیسنت در دوران جنگ داخلی نقش مهمی داشت، اما پس از پایان جنگ و مرگ پسرش ایگان دوم وضعیتش تغییر می‌کند. او پس از شکست جناح سبزها یعنی حامیان ایگان دوم و پیروزی جناح سیاه‌ها یعنی حامیان رنیرا به اسارت در آمده و در نهایت در ردکیپ زندانی می‌شود. و سالها بعد در حالی که از نظر روحی و جسمی ضعیف شده بود در زندان می‌میرد. او از دنیا می‌رود بدون اینکه نقشی در سیاست‌های آینده وستروس داشته باشد.
سر اوتو هایتاور هم پس از شکست و کشته شدن ایگان دوم دستگیر شده و توسط جناح سیاه ها به اعدام محکوم می شود و در نهایت به دستور آنها کشته می شود. ممنون از اینکه در این ویدیو همراه من بودید. اگر ریاکشن ها به این ویدیو خوب باشد، در قسمت بعدی خواهیم رفت که بفهمیم داستان دبویز بالاخره در کمیک ها چگونه تمام می شود. فعلا خدا یار و نگهدار شما.